درود بر شما. 14 تیر ماه 1398 خورشیدی و 5 ژوئیه 2019 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به موضوع دور زدن تحریم ها و این بحران خطرناکی که در پیوند با فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی و این تهدیدهای کلامی و شاید عملی داره همه چیزو بر باد میده. پرده آخرم خواهیم داشت. آخر برنامه تقدیمی این هفته در پیوند با اسماعیل بخشیس، نماینده زندانی کارگران هفت تپه. این روزا سال روز تولد اسماعیل بخشیس و حکومت آمده به او و خانوادش هدیه تولد داده. کانال تلگرامی کارگران مستقل هفت تپه سه شنبه 11 تیر ماه نوشت که کارفرمای نیشکر هفت تپه در ادامه فشار بر اسماعیل بخشی و خانواده او اقدام به فسخ قرارداد این کارگر زندانی کرد. علت فسخ قرارداد آقای بخشی دستور مقام‌های امنیتی استان اعلام شده است. اسماعیل بخشی از اول فروردین 98 زندان و تحت فشار، یک بار آبان 97 که در جریان اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بازداشت شد که بعد از آزادی از زندان وزارت اطلاعات شکنجه هاشو علنی کرد و وزیر اطلاعات رو به مناظره علنی دعوت کرد که نتیجهش این شد که بهمن 97 دوباره گرفتنش و به جای حرف زدن باش. و الان از اول فروردین 98 بدون تمدید قرار، یعنی بدون هیچ روند معمول، خود آقایون زندانیه. تو جریان اعتصاب پاییز گذشته کارگرای هفت تپه قضیه اینقدر شور بود که حتی رسانه‌های حکومتی هم نوشتن. نمونه خدمتتون میخونم. به علت عمده اعتراضات، اینن تیکه که من از رسانه تابناک حکومتی ها میخونم، عمده اعتراضات کارگران به حقوقهای پرداخت نشده آنها باز میگردد. حقوقهایی که بعضن 5 ماهیست پرداخت نشده و باید گفت ریشه تمام داستانهای کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بهمن ماه 94 باز میگردد، زمانی که 100% سهام این شرکت به دو جوان 28 و 31 ساله واگذار شد. 6 میلیون تک تومانی از این دو گل پسر وابسته به دولت تدبیر و امید گرفتن. مجتمع کشت و صنعت هفت تپه رو که قیمت گذاری شده بود 291 میلیارد تومان دادن بهشون. نتیجهش طبیعی است، فقیرتر شدن حدود 6000 کارگر این مجتمع عظیم صنعتی. تو چند سال گذشته کارگرها هیچ راه دیگه جز اعتصاب نداشتن. سخنرانی های هر روزه اسماعیل بخشی بین کارگرا مدام بهشون روحیه میداد تو اعتصاب. حضور ما اینجا بر حق است، به خاطر مطالباتمونه، نه به خاطر چیز دیگه. چرا ما اینجا جمع شدیم؟ در اعتصابات 6 روزه آذر ماه قرار شد تا پایان سال، یعنی الان، تمام مطالبات پرداخت بشه، حقوقا به روز بشه و تنها مطالبه ای که بمونه برای سال دیگه فقط حقوق برج 12 است. این شرط و قول رو با کی گذاشتیم؟ آقای رستمی گفت من لورم مثل شما و قولم قوله، سرم بره قولم نمیره. و آقای کی؟ و آقای اسدبیگ و فرماندار اومد اینجا گفت آقا ما اگر اعتصاب رو بشکنید روزی 1 میلیارد فروش داریم. حرف خودشونه، ما نگفتیم. از اون روز تا الان چند روز گذشته؟ 90 روز. ما بگیم آقا 20 روزش بارندگی، که بارندگی هم نداشتیم برای خودشون، 10 روز دیگه هم سرش 60 روز تولید بوده. حرف خودشون، نه حرف ما، که روزی 1 میلیارد فروش داریم. 60 میلیارد باید تا الان فروش داشته باشن. امروز 15 روز مانده به پایان سال، 2 ماه حقوق طلب داریم،
180 نفر از روزمزد 11/12 رو نگرفتن، 8 ماه بن کارگری رو ندادن، حواله شکر سهم رهبری رو پاره کردن ندادن، بیمه رو به حساب نریختن، توهین ها کردن، بین خود قراردادها رو قرار بود درست کنن، قرار بود پیمانکاران اقبالی تغییر وضعیت بدن، داده نشدن. چند روز مونده به سال؟ 15 روز. برای این مطالبات که اسماعیل بخشی اشاره کرد، همچنان دارن کارگری هفت‌تپه می جنگن، چون جواب هیچ کدومشو نگرفتن. همین دو روز پیش اعلام شد به علت عدم پرداخت حق بیمه از سوی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، دفترچه های خدمات درمانی کارگران هفت‌تپه تمدید نمی شود. باز دو روز پیش اعلام شد اعتصاب و تجمع رانندگان ماشین های استیجاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به تعویق 4 ماه مزد خود در مقابل ساختمان اداره کشاورزی این شرکت. و همین دیروز اعلام شد پرسنل نیشکر هفت‌تپه با حقوق‌های معوقه فروردین و اردیبهشت سال 98 2 ماه حقوق عقب افتاده دارن. یعنی مطالبات که اسماعیل بخشی براشون می‌جنگید و به خاطرشون رفت زندان و الان حقوق ماهانه شد، پولی که باید بگیره برای خود و خانواده‌اش رو قطع کردن، این مطالبات همچنان همش رو زمین مونده. کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای که به کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران فرستادن نوشتن اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان ما کارگران بود و بس و هیچ اقدامی علیه امنیت ملی نکرده است. در حق او کوتاهی شده و تمدید نکردن قرارداد اسماعیل انتهای ظلم شما به او و خانواده اوست. خطاب به حکومت: ما کارگران این اجازه را به شما نخواهیم داد. در همین هفته قرارداد اسماعیل بخشی باید تمدید شود، وگرنه عواقب این تصمیم بی‌شرمانه شما مبنی بر عدم تمدید قرارداد اسماعیل خیلی زودتر از محاسباتتان گریبانتان را خواهد گرفت. تقدیمی این هفته به هزاران کارگر مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه. وقتی میری توی جلسه میبینی از تمام مسئولین که اومدن مثلا مسئله کارگر رو حل کنن، میبینی همه مقابل تو هست. تو فقط کارفرما رو برود نیست، خود دیدنا یه لشکر رو بودن و مدیران دولتی و خصوصی همه که توی یه جبه دارن تو میکنن. اونجا شما میفهمید نظام نظام سرمایه‌داری است، یعنی وابسته به سرمایه‌دار کارگر با بمیره. توجه دارید؟ برای همین ما امیدی به این مذاکرات نداریم، ولی من چون نماینده کارگری هستم تمام راه‌ها رو میرم. هر راهی که باشد من چند ما چنگ میزنیم به دیوار. اینجا ما داریم چنگ میزنیم به دیوار. چند تا موضوعی که باید بهش بپردازیم. یکیش به صدور فرمان نخست وزیر عراق برای انحلال بزرگترین تشکیلات شبه نظامی شیعه این کشور، یعنی هشت الشعبی مربوط میشه. یکیش دور زدن تحریم ها در این دوره پرتنش آمادگی جنگی در واقع، و یکی مسئله اینستکس، سازوکار تجاری ایران و آمریکا، ایران و اروپا، معذرت میخوام، که بعد از بیرون رفتن آمریکا از برجام، سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس طراحیش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی امتیازهایی بگیره و به تعهدات هسته‌ایش در برجام پایبند بمونه. از همین آخری شروع میکنیم. دولت روحانی و اصولا هیچ نهاد رسمی حکومتی نیامده به مردم بگه برجام چه دستاوردی برای اقتصاد کشور داشته، چقدر پول از آمریکا گرفتین، پولای بلوکه شده ایران تو آمریکا بوده اینجور که میگین، یعنی شما با پول مردم ایران چه کار کردین؟ سوال اینه. همینطوری میگین امضا نمی کردیم برجام و جنگ میشد. خب حالا امضا کردین هم که داره جنگ میشه. پا
پشتیبانی مردم رو که نداریم، چون قدم اول درباره همین برجام با مردم صادق نبودیم. هنوز هیچ کس نمیدونه شما چقدر پول از دولت اوباما گرفتیم. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی که تو جریان مذاکرات برجام بود و بقیه مسئولان دولت گفتن میزان دارایی های آزاد شده ایران حدود 100 میلیارد دلار است و می توانیم از آن استفاده کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از معامله 150 میلیارد دلاری برجام میگه. حالا ما همون 100 میلیارد دلاری رو که خودتون میگیم میگیریم. چیکار کردیم با این پول که میشد باش همه مشکلات پرداختیتون رو به دولت، پرداختی دولت منظورم، به حقوق بگیراتون، به بازنشسته ها، به بانک ها و تامین اجتماعی حل کنین و همه طرحهای خدماتی عقب افتاده رو جبران کنین. چه کردین؟ وقتی آدم آمار بانک مرکزی خودتون رو میخونه میگه حالا بود و نبود تحریم ها به حال مردم چه اثری داره جز این که در هر شرایطی به سرعت فقیرتر میشن و یک لایه نازک تازه به دورون رسیده پولدارتر. یه نمونه فقط بگم، 104 فرد حقیقی و حقوقی ارز 4200 تومانی گرفتند و هیچ کالایی وارد نکردند. 104 نفر. متوسط مدرک تحصیلیشان سیکل است. بیشترشان گذرنامه ندارند و متوسط سرمایه شرکت‌هایشان 500 هزار تومان بیشتر نیست. اینا کیان؟ همین هایی هم که اگه سازوکار تجاری ایران و اروپا یعنی همین اینستکس خوب کار بکنه اینان که وارد چرخی این سازوکار میشن. حال چیه دقیقا این سازوکار که اینقدر جمهوری اسلامی میگه اهمیت داره؟ میگفت اهمیت داره لااقل تا همین امروز و دیروز که حالا خواهم گفت که میگن اهمیتی هم نداره با اینها. چیه این ماجرا؟ میگن اهمیتی نداره چون میگن پول به ما نمیده، پول که ما دوباره بتونیم هر جور دلمون میخواد به دوروبریامون حال بدیم و به حزب الله در جهان بفرستیم تا تروریسم تقویت بشه، تا علم ولایت همه جا کوبیده بشه. باری چیه اینستکس چیه که به هر حال این بحث داغ امروز جمهوری اسلامی و اروپاست؟ دکتر حسن منصور، استاد اقتصاد مدرسه عالی اقتصاد و بازرگانی پاریس. ببینید اینستکس یک سازوکار که اروپایی ها یعنی مخفف کلمه instrument for trade exchange برای مبادلات تجاری یه سازوکار رو تعریف کردن. بنا به تعریف قرار بود که یک اتاق پایاپای تشکیل بدند، همون اتاق پایاپایی که بین بانک‌ها وجود داره، در نتیجه مطالبات رو، بدهکاری‌ها رو وارد می‌کنه، بعد اینا رو پا به پا می‌کنه با هم دیگه و تسویه می‌کنه. به این معنی که صادرات که از ایران انجام میگیره در اون دفتر ثبت بشه و واردات که کشورهای مختلف، شرکت‌های متفاوت به ایران میکنند اونام وارد بشه. در نتیجه پولی که از بابت طلب ایران در اونجا ثبت شده پرداخت بشود به شرکت‌هایی که به ایران صادر میکنند، ولی پولی به خود ایران نپردازند. این معاملات با یورو انجام بگیره و اون دفتر اینستکس که در پاریس تشکیل شده در واقع اتاق پایاپایه. خب ببینید 31 ژانویه 2019، یعنی می شود فوریه، مارس، آوریل، می، جون، 5 ماه پیش رویترز نوشت در ابتدا تصور می شد که اینستکس راهی است برای تبادل نفت و گاز ایران با کالاهای اروپایی، ولی در عمل اینستکس محدود شد به تبادل نفت و گاز ایران با کالای بشردوستانه و دارو، که البته این هم سرش بحثه، یعنی غذا و دارو در برابر نفت. یعنی نفت و گاز رو بهتون نمیدیم، فقط به اندازه‌ای که نمیرید غذا و دارو میدیم،
جمهوری اسلامی گفته است اینستکس کافی نیست، ما میخواییم نفتمون رو بخرن و پولش رو به خودمون بدن. هفتم تیر جلسه برگزار شد با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی کشورهای چهار به اضافه یک در وین. بعد از جلسه اتحادیه اروپا بیانیه‌ای منتشر کرد مبنی بر اینکه اینستکس عملیاتی شد و نخستین تراکنش یا انتقال پول در حال انجام شدن است. یعنی چی این انتقال پول؟ کدوم پول؟ از کجا به کجا؟ در تعریفش گفتن که این کار رو با انجام معاملات در زمینه‌های غیر تحریمی شروع می‌کنیم، یعنی مواد دارویی و مواد غذایی، اون که به ایران می‌خواد صادر بشه، در برابرش اون که از ایران می‌خریم اونم مواد غیر تحریمی، یعنی نفت رو نمی‌تونیم بخریم، ولی مواد غیر تحریمی که ایران صادر می‌کنه، نظیر خشکوار که از ایران بخریم، پول این رو وارد می‌کنیم اونجا، اون شرکت که به ایران جنس یا خدمت تحویل میده، می‌پردازیم به اون، در نتیجه حساب تسویه میشه. این تعریف اینستکسه. هفت کشور دیگه اروپایی افزون بر فرانسه و انگلیس و آلمان که پایه‌گذار اینستکس هستند، بودن هستند، هفت کشور دیگه هم گفتن که میپیوندن به این ساز و کار تجاری. روسیه و حتی چین هم گفتن که خواهند پیوست. منتهی این رو در متن نظام پولی مالی بین المللی باید دید. یعنی آمریکا مثلا همین پنج هفتم ماه می خزانه داری آمریکا به اروپا هشدار داد که اگر این اینستکس پاش بگذاره به موارد تحریمی، ما نظام های مالی شما رو تحریم میکنیم و در این زمین هم هیچ استثنایی قائل نیستیم. خب وقتی نفت و پتروشیمی تحریم باشه، همونطور که اشاره کردم رویترز نوشته بود و آقای دکتر حسن منصور اشاره کردن، این در واقع از اول یه ابهامی بوده است در اینستکس که نفت و گاز میگیریم بعد دارو و غذا میدیم بهتون و بعد اصلا نفت و گاز وقتی تحریمه چجوری میخوان بگیرن، یا حتی پتروشیمی یعنی میگونات گازی، اونم همینطور، فقط میمونه سهم کمی از صادرات غیر نفتی مثل خشکبار. در واقع فقط میمونه معامله با شرکت‌های کوچیک اروپایی که اگرم حاضر باشن با ایران تجارت کنن، حجم کم معاملاتشون، در واقع ناچیز معاملاتشون، دردی را از جمهوری اسلامی دوا نمی‌کنه. پس چرا زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی و تیم مذاکرات جمهوری اسلامی میگن تا نفت از ما نخرن و همین روحانی هم میگه و پول به ما ندن فایده نداره اینستکس؟ من فکر میکنم مسئولان امور تحریم در ایران متوجه قضیه هستند، برای اینکه بدیهی تر از اونی که متوجه نباشند که در اروپا شما هیچ دولتی پیدا نمی کنید که بتونه نفت بخره. نفت رو شرکت ها میخرن، هم به دلیل سیاسی، هم به دلیل حقوقی، هم به دلیل فنی. من بیان که وارد جزئیات بشم، عرض میکنم که صنعت نفت یکی از بغرنجترین صنایع دنیاست. در این صنعت شما از اکتشاف و استخراج و حمل و نقل و خطوط و لوله و تانکرها و بیمه ها و پالایش ها و بازاریابی، همین شبکه بغرنجی دارن. این شبکه ها فقط به شرکت ها تعلق دارن. دانچه اصرار ایران به دولت فرانسه مثلا که شما باید از ما نفت بخرید، این کاملا امر غیر ممکنه، غیر عملی است. توتال این معامله رو نخواهد کرد، برای اینکه توتال حدود 11 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری داره. تمامی این شرکت ها سرمایه خودشون رو از بازار مالی اروپا تامین میکنن، کپیتال ریزینگ در آمریکا انجام میگیره. در نتیجه هیچ کدوم از اینا توان این رو ندارن که علیه مقررات آمریکا قد علم کنند و خودشون در خودشون رو در معرض ورشکستگی قرار بدن. برای اینکه میدونی شرکت ها در برابر رئیس دولت مسئولیت ندارن، اینا مسئولیتشون در برابر سهامداران خودشونه. اگر زیان بدن به اونجا، خب سهامدارانشون
در گرد همایی سالانشون اینا رو بیرون میکنن. در نتیجه چنین چیزی امکان پذیر نیست و این دعا در واقع مستجاب شدنی نیست. خب بله، با تشکر از دکتر حسن منصور، استاد اقتصاد مدرسه عالی اقتصاد و بازرگانی پاریس، این سازوکار تجاری اینستکس که در واقع صدور کالاهای تحریم نشده غیر نفتی ایران در برابر غذا و داروست که حالا بین جمهوری اسلامی اروپا اینقدر سرش بحثه، همین هم زمانی میتونه در همین حد ممکن واقعیت داشته باشه که جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ایش پایبند باشه. اصلا این شرطش، وگرنه همین هم میره رو هوا. اونجور که من اطلاع پیدا کردم ایران طبق برنامه‌اش از مرز 300 کیلو عبور کرده و این اعلام هم قبلا کرده بودیم، ولذا ما بر اساس اون چی که اعلام کردیم خیلی شفاف گفتیم چه کار میکنیم و بر اساس اون عمل میکنیم و این رو از حقوق خودمون در داخل برجام میدونیم. حقوق جمهوری اسلامی در داخل برجام هرگز این اجازه رو نمیده به شما که نقض برجام کنید. این موضوع رو قبلا هم روش صحبت کردیم، بهش پرداختیم. عملا جمهوری اسلامی داره از برجام میاد بیرون، هی میگه حقوق ما، گفتم تو برنامه هفته پیش که هی میگه حقوق ما به ما اجازه بده که چی؟ که از برجام بیایم بیرون. خب دیگه اصلا نقض غرض موضوعیت نداره دیگه برجام اینجوری باشه. مدام هم میگه این از حقوق ماست. نخیر نیست. بندهای 26 و 36 برجام که بهش تکیه میکنین، به شما میگه اگر شکایت یا اعتراضی دارین میتونین به کمیسیون مشترک برجام ارجاع بدین. کمیسیون مشترک برجام یعنی فرانسه، آلمان، انگلیس، میتونین ارجاع بدین بهش. همین، نه اینکه تعهداتتون رو نقض کنین. چه دروغ میگین به مردم؟ بیاین بند 36 برجامو بیاین درست منتشر کنین رو این صدا و سیمای قلقلیتون، اونجا درست منتشر کنین، بعدم آدماتون رو بیارین بخونن اونو درست. فقط میگه به کمیسیون مشترک برجام میتونین ارجاع کنین اگه شکایت دارین. روحانی رئیس جمهور محترم همین چهارشنبه 12 تیر سخنرانی جذابی فرمود. بشنوید. از 16 تیر ما اقدام بعدی رو میکنیم. اگر میخواهید اظهار تاسف بکنید از همین حالا اظهار تاسف بفرمایید، اگر هم بناس بیانیه بدید از همین حالا بدید. 16 تیر ما سطح غنیسازی ما دیگر 3.67 نخواهد بود. ما این تعهد رو کنار میگذاریم به هر مقداری که دلمون خواست، به هر مقداری که ضرورت ما بود، نیاز ما بود، این رو از 3.67 میبریم بالا. و بدونید از 16 تیر به بعد در زمینه راکتور عراق اگر به تمام تعهداتی که به ما کردید طبق برنامه و زمان بندی عمل نکنید، ما راکتور عراق رو برمیگردونیم به شرایط سابق، یعنی به شرایطی که به قول شماها میگفتید خطرناکه و پلوتونیوم میتونه تولید کنه، ما برمیگردونیم به اون. خب اینا به قول وزیر خارجه اسرائیل عبور کردن از منطقه خاکستری و وارد شدن به منطقه قرمز. براتون بخونم. اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد کشورش در حال فراهم کردن مقدمات لازم برای مشارکت در درگیری احتمالی نظامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا در پی تصمیم رژیم ایران به توقف تدریجی تعهدات برجامی است. این موضوع را باید در نظر داشت که خطاهای محاسباتی جمهوری اسلامی جابجایی از منطقه خاکستری به منطقه قرمز را تداعی می‌کند و معنای آن جنگ است. با این روندی که داره اوضاع پیش میره، من نمیدونم چقدر جمهوری اسلامی فرصت داره که به دور زدن تحریم ها فکر کنه و عملیشون کنه واقعا. یعنی با این شکستن برجام و پیشرفتن در جهت تولید پلوتونیوم و غنی‌سازی اورانیوم 20% و نمیدونم چقدر فرصت داره، چون بی تردید جنگ میشه اگر اینا پیش برن. بی تردید دست کم مراکز هسته یه جمهوری اسلامی زده میشه و اینکه عواقبش چیه
مگر این وسط معجزه‌ای در دیپلماسی رخ بده. حالا درباره دور زدن تحریم‌ها داریم صحبت می‌کنیم، میگیم که حالا به فرض که روند فعلا همین جوری باشه. هفته گذشته برایان هوک رئیس گروه اقدام علیه ایران اعلام کرد که آمریکا داره تلاش میکنه که همه 50 میلیارد دلار سهم ایران از بازار نفت رو به صفر برسونه و تمام تلاشاش رو هم داره انجام میده که در واقع این کار رو به ثمر برسونه. دوستان من در گروه تحقیق برنامه سلام صبح بخیر با همکاری یک تیم خبری به شواهدی دست پیدا کردن که اساساً این اتفاق درستی نیست و غلطه و در یک فقط مورد 1 میلیون بشکه محمول نفت ایران تحویل چین شده. خواهش میکنم که اگه این ویدیو آماده است، بله داریم با هم میبینیمش، لطفاً دوستان اگه در واقع تصویر کامل رو به ما بدن. ملاحظه بفرمایید تصاویر ماهواره‌ای محل پهلوگیری نفتکش ایرانی رو ملاحظه می‌فرمایید. این عکس تقریبا می‌شود گفت که یکی از دقیق‌ترین عکس‌هاییه که ملاحظه می‌فرمایید. محموله 1 میلیون بشکه‌ای نفت ایران تحویل شرکت پتروچاینا شده، شرکت ملی نفت چین. خواهش می‌کنم تصویر بعدی رو ببینیم دوستان. بله این هم مسیری است که سالینا طی کرده تا به مقصد خودش در چین برسه و در واقع می شود گفت که همون جمله پایانی که در ویدیو هم ملاحظه کردید که تحریم ها بی اثر است و ایران در واقع مسدود نیست مسیرش برای اینکه بتونه محموله نفتش رو بفروشه. ببینین قاعدتا ماهواره‌های آمریکایی مسیر رو دنبال کردن و خبر داشتن از این نفتکش و این انتقال نفت. آقای دایی سوالم این است که آیا عمدن آمریکا صداشو در نمیاره یا جلوشو نمیگیره به دلیل رابطه با چین که نفت رفته اونجا، یا احیانا قول و قرارایی با اروپایی‌ها گذاشتن که یه مقدار جلو فروش نفت ایران و یعنی این تحریم رو یه خود شل بگیرن تا بتونه اروپا جمهوری اسلامی رو قانع کنه که برگرده به تعهداتش در برجام؟ من جز این دو گزینه چیزی به نظرم نمیرسه. خواهش می‌کنم بفرمایید. عرض کنم که این تصاویر و این ویدیوها به طور کلی قبلا منتشر شده بودن و این به اصطلاح ویژه صدا و سیما نیست که این رو پخش کرده. اینا خبرگزاری‌های مختلف گفته بودن که کشتی‌های چینی تقلب می‌کنن و چند محموله از ماه می تا کنون، یعنی نزدیک به 2 ماه، مجموعاً یه چیزی حدود 4 تا 5 میلیون بشکه نفت قاچاق چین خریده. این بحثش بوده، چه تانکر تراکر و چه مؤسسات نفتی دیگر اینا رو گزارش کردن، دقیق هم گزارش کردن، همه هم میدونستن، چیز جدیدی نیست. اما این که صدا و سیما میاد اینو پخش میکنه برای روحیه دادن به نیروهای خودشونه، نیروهای وفادار نظامه، که ببینید این که درآمد نفتی ما کاملا از بین رفته این درست نیست. ما مثلا در ما میتونیم یه 4 تا 3 تا کشتی قاچاق هم بفروشیم. یعنی جمهوری اسلامی که در روز 2.5 میلیون بشکه نفت صادر میکرده و پولش رو میگرفته، الان رسیده به این که مثلا در 2 ماه گذشته 3 تا یا 4 تا کشتی، حالا بگیم 5 میلیون یا 7 میلیون بشکه نفت قاچاق کرده. یعنی 95% درآمدهای نفتیش قطع شده. اون 5% رو داره به رخ نیروهای خودی میکشه تا بهشون روحیه بده. در مورد سوال شما که آیا آمریکا کار میکنه یا نه، ببینید در مورد شرکت‌هایی که تحریم‌ها رو نقض بکنن که آمریکا معمولاً مجازات کرده و خود شرکت‌ها می‌ترسن، اصلا وارد معامله نمی‌شن. شرکت‌ها وکیل دارن و وارد این گونه معاملات هم نمی‌شن، وارد قاچاق هم نمی‌شن. می‌مونه چین و ترکیه و تا حدودی هم هند و در برخی موارد هم عراق. اینا کشورهایی که دولت نقش مهمی در اقتصاد داره و ملاحظات ژئوپلیتیک یا دیپلماتیک آمریکا رو یه مقداری در تردید میندازه که فشار بیاره. در مورد چین به درستی شما اشاره کردید، الان جنگ تعرفه ها بین آمریکا چین و مسائل بسیار مهمه، بعیده که آمریکا بیاد مجازات بخواد بکنه. یا مثال روشن دیگهش در مورد ترکیه است. ترکیه در زمان آقای اوباما تحریم‌ها رو نقض می‌کرد، در پولشویی نقش داشت، نقش ویژه داشت که در دادگاه زراب کاملا مشخص شد. 10 میلیارد دلار پولشویی از طریق بانک‌های دولتی ترکیه انجام می‌شد. در صورتی که در دادگاه مطرح شد، مدیر این
بانک در آمریکا زندانیه، همه اینها مطرح شد. علی الان نزدیک به 2 ساله هیچ مجازاتی علیه بانک‌ها و مؤسسات ترکیه اعمال نشده. به خاطر چی؟ به خاطر مسائل پیچیده‌ای که بین ترکیه با آمریکا هست. یا عراق، برگردیم به عراق که بحث عراق الان خیلی جدیه و بعدش ارمنستان داره مطرح میشه. الان اومدن درست همین اینستکسی که ما داریم صحبت میکنیم رو اومدن در عراق به گونه راه انداختن با توافق آمریکا. وزارت خارجه آمریکا تایید کرده، خزانه داری هم تایید کرده. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی گاز و برق میفروشه، حدود 2-3 میلیارد در سال به عراق داره صادر میکنه و اقلام دیگه. خب این رو آمریکا اومد معافیت داد به عراق که میتونی ادامه بدی. الان اومدن یه سیستمی درست کردن در بانک مرکزی عراق که جمهوری اسلامی میتونه صادراتش رو به عراق ادامه بده. این پول به صورت دینار در بانک مرکزی عراق میدونه میمونه، از این پول میتونه برای خریدهای غذایی یا دارویی استفاده کنه. اولا خب این راه تقلبات دیگر برای جمهوری اسلامی فراهم میکنه، ولی آمریکا به ملاحظاتی که با عراق داره این اجازه رو داره میده. همینطور در مورد هند استفاده از بندر چابهار، خب بندر چابهار برای استفاده افغانستان و هند بسیار در معادلات ژئوپلیتیک منطقه مهمه. آمریکا هم چشم خودش رو تا حدودی می‌بنده. بنابراین آمریکای دستبستگی‌هایی داره، ولی ما وقتی که بررسی می‌کنیم تمام این نقص‌ها، تمام این تعاملات و اینها رو بسیار ناچیزه. یعنی جمهوری اسلامی با خیال راحت داشته 2.5 میلیون بشکه نفت میفروخته، پولش هم میگیره. حالا باید به صورت قاچاق مثلا به چین 6-7 میلیون بشکه نفت از 1-2 ماه بفروشه، پولش هم به ثمن بخس بگیره، کلی هم دلالا بخورن، چیزی که گیرش میاد چیز زیادی نیست. بنابراین تردید نباید کرد که تحریما اثر بسیار جدی داشته و داره. جمهوری اسلامی هم قاچاقش رو انجام میده، ولی بسیار ناچیزه. خب ببینید، درباره حالا اشاره کردیم به یه سری افرادی که در همین آمریکا زندانی هستن و اینا، در واقع اون بخشش رو صحبت بکنیم، مسئله پولشویی و انتقال پول قاچاق به جمهوری اسلامی ایران. یه عده افرادی که مأمور جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌ها در غرب بودن یا بازداشت شدن یا به هر حال لو رفتن، حرفی که خیلی جالب بود به روشنی رضا حمزه‌لو متهم ردیف یک پرونده پتروشیمی در ایران و همین اواخر تو دادگاه زد. گفت اگر هم اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور روی داده باشد، از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده که اگر واقعیات و مصوبات را منعکس می‌کرد این مشکلات پیش نمی‌آمد و اساساً این پرونده شکل نمی‌گرفت و یک سری مهره‌ها هم نمی‌سوختند. منظورش مهره‌های پولشویی جمهوری اسلامی در کشورهای مختلفه که ظاهراً جمهوری اسلامی همچنان بهشون احتیاج داره و به شدت تلاش می‌کنه بهشون دسترسی داشته باشه. تو همین دوره اخیر 2 تا تلاش جدی کرد در همین زمینه که هر دوش هم فاش شد هم رد شد. یکیش پیشنهاد ظریف بود، اشاره کردم 3 ماه پیش که آمریکا بود در انجمن آسیایی نیویورک، که مطرح کرد جمهوری اسلامی آماده تبادل زندانیان میان ایران و آمریکاست. تو آمریکا یه عده به همین اتهام نقض تحریم‌ها و قاچاق پول و پولشویی زندانیان که شاید مهمترینشون علی صدر هاشمی نژاد باشه، اول فروردین 97 در آمریکا بازداشت شد. دادستان نیویورک اعلام کرد علی صدر هاشمی نژاد مدیر 38 ساله بانک پلاتوس در مالت با ایجاد شرکت‌های سوری و حساب‌های بانکی گوناگون با نام‌های مختلف تلاش کرده تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را دور بزند و از راه بانک‌های در سوئیس و ترکیه مبلغ 115 میلیون دلار به ایران واریز کند. از چه طریقی؟ از طریق شرکت بین‌المللی مسکن ایران و بانک اقتصاد نوین. سهامدار اصلی بانک اقتصاد نوین باباشه، محمد صدر هاشمی نژاد، پیمانکار دمکلفت راهسازی و سدسازی در جمهوری اسلامی و بدهکار بزرگ بانکی. آقای ظریف در نیویورک که تشریف داشتن 3 ماه پیش گفتن آمریکا بیاد زندانیای ما رو آزاد کنه، ما زندانیای آمریکایی رو آزاد میکنیم. آمریکا هم رد کرد این پیشنهادو. چرا؟ بزنین یه تلاش دیگه جمهوری اسلامی در همین زمینه رو بگم جواب این چرا رو میگیرین. 5 اردیبهشت 98 وزیر خارجه بریتانیا در واکنش به پیشنهاد مبادله شهروند بریتانیایی ایرانی تبار از سوی محمد جواد ظریف پیشنهاد او را رد کرد. جمهوری اسلامی خواستار آزادی یک زن به نام نگار قدسکنی شهروند ایرانی مقیم استرالیا است
که 3 سال پیش به دلیل دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی در استرالیا زندانی شد. وزیر خارجه انگلیس در جواب مبادله نگار قدسکنی با نازنین زاغری گفت وضعیت نازنین زاغری با فردی که جمهوری اسلامی خواستار آزادی اوست متفاوت است. در مورد زنی که در استرالیا بازداشت شده، رویه قضایی مناسب طی شده و او مرتکب جرمی جدی شده بود، اما در مقابل نازنین زاغری بیگناه است. او کار خلافی نکرده. جمهوری اسلامی انسانهای بیگناه را زندانی میکند و بعد از آنها به عنوان اهرم فشار استفاده میکند. داستان همش همینه، گروگانگیری از آدمای بیگناه و بعد باج خواهی. تو تمام عمر 40 ساله این نظام مقدس شاهد این جنایت جمهوری اسلامی بودیم. باری در پیوند با ایرانیانی که در کشورهای مختلف زندانی یا تحت تعقیبن به دلیل پولشویی یا مشارکت در دور زدن تحریم ها، آیا این آدم ها همچنان به کار جمهوری اسلامی میان آقای دایی، یا همونطور که رضا حمزه‌لو تو دادگاه پتروشی میگفت اینا مهره سوختن؟ خب ببینید، اولا جمهوری اسلامی آدمای خودش، آدمای مهم خودش رو که دستگیر میشن، حالا چه در کنیا عضو سپاه قدس بوده رفته برای عملیات تروریستی، یا مثلا در چکسلواکی برای بمبگذاری بوده، یا در یه جای دیگه دنبال خریدهای هسته‌ای بوده یا پولشویی میکرده، اینا مهره‌هایی هستن که از یه نظر برای جمهوری اسلامی مهمن. اولا نباید در زندان‌های کشور خارجی بمونن، به خاطر که همیشه سندی هستن برای خلافکاری‌های جمهوری اسلامی. وقتی اینا رو معامله بکنه به برگردون ایران، دیگه خب سندم به میزان زیادی اومده برگشته ایران. مهمم اینه که نشون بده که ما از شماهایی که دستگیر شدید حمایت می‌کنیم، که آدمای خودش وقتی دستگیر میشن به امید اینکه جمهوری اسلامی یه روزی نام میتونه آزاد کنه همکاری نکنن و اطلاع ندن. حرفایی هم که ظریف زد، یه بخش روابط عمومی، افکار عمومی داشت که بگه ما اهل معامله ایم. بخش دومش این بود هم که شما اشاره کردید، که آدمای بیگناهی رو که گروگان میگیره رو اینا رو هموزن بکنه با خلافکارا و پولشوها و تروریستای وابسته به جمهوری اسلامی، بگه خب بیام با هم مبادله بکنیم. یه پیام هم با آقای ترامپ بود که ما اهل معامله ایم، بیا مذاکرات رو شروع کن، از همینجا هم شروع بکنیم، بدبستان رو شروع بکنیم. ولی فعلا بی نتیجه مونده، پاسخ لازم رو نگرفته. ولی این مهره ها برای جمهوری اسلامی به خصوص الان دو مهره که شما یکیشو اشاره کردید، صدر هاشمی نژاد و دومی رضا زرا. رضا زرا بخش زیادی از اطلاعات خودشو داره، اصلا از ترس جمهوری اسلامی و ترکیه به اعتقاد من اومد اینجا با آمریکا به FBI پناه برد که گرفتن انداختن این زندان. اطلاعاتشو بخش زیادی داره، ولی این پرونده ها هنوز بازه. این دو نفر شبکه‌های زیادی رو میتونن در اختیار آمریکا قرار بدن، در آینده هم میتونن مفید باشن. برای جمهوری اسلامی همیشه اهمیت داره که آدمای خودش رو برگردونه ایران. حتی متهم اصلی، مثلا اگه یادتون باشه، متهم اصلی مثلا پرونده میکونوس رو بعد از 10 سال 15 سال اینا به ایران برگردوندن، یا متهم قتل دکتر شاپور و بختیار رو همینطور به ایران آوردن، کلی هم باج دادن و باج گرفتن سرش، تا بالاخره اینا رو به ایران آوردن. بنابراین برای جمهوری اسلامی اهمیت داره. ببینید آقای دایی، قبل از برجام دور زدن تحریم ها تا حدودی البته روشن شد که چطور انجام می شد. آیا بعد از برجام هم به همون صورت جمهوری اسلامی بنا به اطلاعاتی که شما دارین در تلاشه که این کارو بکنه، یا به طور کلی تغییر کرده با PhD که آقای ظریف دارن؟ عرض کنم که ببینید، پروسه تحریم، اولا آمریکا از سال 2007-2008 که وارد خزانه داری، وارد به اصطلاح بستن شبکه‌های تروریستی، پولشویی، خریدهای تسلیحاتی شد به طور جدی. خب آمریکا یاد گرفته، تجربه کرده، بنابراین خیلی چیزا رو یاد گرفته. جمهوری اسلامی هم سعی می‌کنه شرکت‌های جدید بزنه، دور بزنه. تفاوتی که الان با دوره آقای اوباما داره یه نکته اساسیه. ببینید، در زمان آقای اوباما در جولای 2010 تحریم‌های جدی شروع شد، بعد اروپا وارد شد، تحریم نفتی شروع شد، تا پایان 2010 که این تحریم‌ها برداشته شد، یعنی 5 سال. در مورد اصل مسئله، یعنی تحریم نفتی، دولت آقای اوباما معافیت داده بود به خریداران اصلی نفت از جمهوری اسلامی. یعنی که مثلا به چین گفته بود شما که روزی 650 هزار بشکه میخرید، اینو کاهش بدید، مثلا در 6 ماه آینده 500 هزار بشکه بخرید، 6 ماه بعدش 450 تا بخرید، پولش هم نگه دارید،
که یه اقلام خاصی رو اینا بتونن خرید بکنن. بنی در پایانش، یعنی در اوج تحریما، جمهوری اسلامی بین 1 تا 1.1 میلیون بشکه در روز نفت میفروخت و این پولاش خب اونجا بلوکه میشد، درست؟ مبلغ زیادی هم بود. ولی جمهوری اسلامی یکی از شگرداش این نبود که چقدر نفت قاچاق میفروشه، چون همون موقع هم برآوردهایی بود که نفت قاچاق که میتونست این طرف اون طرف بفروشه 150 تا 200 هزار بشکه یا 250 هزار بشکه در روز. اصلش اون پولهایی بود که از فروش همون بین 1 تا 1.5 میلیون، چون در برخی از موارد 1.5 میلیون بود، در اوجش به این نزدیک 1 میلیون رسید. این پولها که برآورد میشد بین 100 تا 150 میلیارد، بخش عمده‌اش رو تونست از طریق پوشی و شبکه‌های قاچاقش خارج بکنه. برای همین هم وقتی که برجام انجام شد، هیچ کی نمیتونست دقیقاً بگه چقدر پول مونده. واقعاً هیچ آمار دقیقی نبود. مثلا همین رضا زهراب در دادگاه مطرح شد که بیش از 23 میلیارد از همین پول‌ها رو همین آقا پولشویی کرده، حالا از طریق مختلف. یه قاچاقچیه کره آمریکایی که در آلاسکا در فروش ماهی بود که دستگیر شده الان در زندانه، بیش از 1 میلیارد از پولای جمهوری اسلامی در کره رو میتونه سود پولشویی بکنه. همون شبکه معروف گرجستان که 3 نفر از اعضای سپاه پاسداران بودن. بنابراین نکته تفاوت اساسی با اون موقع اینه که این معافیت ها وجود نداره. میتونه کماکان جمهوری اسلامی قاچاق بکنه، اما جمهوری اسلامی کماکان همین قراردادی که الان با عراق بستن احتمالاً با هند خواهد بود یا با چین، این پولا رو بالاخره بازم باید در این شبکه‌های پولشویی استفاده بکنه. در صحبت‌های قبلی هم که با هم داشتیم من گفتم این شبکه‌های پولشویی یکیش دور زدن تحریم‌هاست، یکی همین پول‌هایی که اینا از طرق مختلف می‌گیرن و بتونن برگردونن، سوم شبکه قاچاق مواد مخدر، خریدهای تسلیحاتی، کارهای تروریستی. این شبکه‌ها به هم پیوستن، اینا که از بین نمی‌رن که. یعنی همون شبکه می‌بینیم که از ونزوئلا پولشویی می‌کنه، همین شبکه هم می‌بینیم بخش‌هایش در خریدهای تسلیحاتی یا هسته‌ای دخالت داشته. اینا همه به هم وابستن. این شبکه‌ها خیلی هاشو آمریکا کشف می‌کنه، دوباره سپاه پاسداران رو تقویت می‌کنه، ولی در مجموع یه پروسه‌ای که آمریکا قوی‌تر میشه، جمهوری اسلامی ضعیف‌تر، چون کشورها به خاطر مجازاتی که شدن دیگه آمادگی لازم برای تقلب رو ندارن. در زمان آقای اوباما مثلا همین ترکیه این قاچاق طلایی که می‌کردن با وگ زنجانی و رضا زهراب، آمریکا خبر داشت تا مدت‌ها جلوش رو نمی‌گرفت. بعدم اینکه یادمون نره 2013 وقتی مذاکرات هسته‌ای شروع شد، وقتی حسن روحانی رئیس جمهور شد و ظریف اومد، آمریکا در اجرا و اجرای تحریم‌ها جدی بودنش و مجازات خلافکاران یه مقداری اغماز می‌کرد که درب مذاکرات بسته نشه در خیلی از موارد، ولی فعلا این موارد خیلی کمه، فعلا کمه. بنابراین در مقایسه با دوره آقای اوباما، درسته که تحریم ها فقط از طرف آمریکا اعمال شده، کشورهای دیگه دخالتی نداشتن در درجه اول، ولی در انجام و اجراش اتفاقا قوی تره. و از اونجایی که معافیت های نفتی 1 میلیون بشکه در روز که کم پولی هم نیست وجود نداره، به اعتقاد من جمهوری اسلامی بسیار در وضعیت خرابتری از دوره تحریم های کمرشکن آقای اوباماست که به نوبه خودش بسیار وحشتناک بود. جمهوری اسلامی رو وادار به نرمش قهرمانانه کرد. آقای دایی وقت زیادی نداریم، من یه سوال مهمه میخوام ازتون بکنم. در پیوند با فرمان 10 ماده نخست وزیر عراق که 3 روز پیش صادر شد و 30 روز وقت داده به 8 شعبی، بزرگترین تشکیلات شیعیان شبه نظامی در عراق، در واقع مزدوران جمهوری اسلامی وابسته به سپاه قدس، سپاه نیروی قدس، سپاه پاسداران، 8 شعبی منحل بشود و در همون فرمان 10 ماده‌ای چون که میدانید آمده است که در واقع همه نیروهای شبه نظامی باید منحل بشن و اگر میخوان فعالیت بکنن باید بپیوندن به ساختار قانونی نیروهای مسلح عراق. خب 8 شعبی منحل، آیا این به معنی از دست رفتن نفوذ قاسم سلیمانی و نیروی قدس جمهوری اسلامی ایران در عراق؟ به این سادگی نیست. اولا همین دستور رو، همین تصمیم رو نخست وزیر قبلی حیدرالعبادی داشت، آیت الله سیستانی هم حتی بیانیه داد که اینها در ارتش ادغام بشن و خیلی کارا رو نکنن.
نتیجهش این شد که ارتش داره حقوق اینا رو میده، ادغام هم نشدن، ظاهرا مثلا وابسته به ارتشن، ولی ابو مهدی مهندس رئیسشون کماکان، هادی عامری هم هست، همه اینا جمهوری اسلامی هم هدایتشون میکنه. بنابراین در عمل اجراش بسیار مشکله و نخست وزیر جدید هم دندان یا بگیم اهرم لازم برای اجرای اون رو نداره. در عراق یه تعادل شکننده هست. ببینید 60% شیعن، 20% سنی ها، 20% هم حدوداً کرد ها هستن. حتی در خود شیعیان، حالا سنی ها و کرد ها که با جمهوری اسلامی مخالفن، در خود شیعیان هم بخش عمده ایشون با جمهوری اسلامی حتی مرجعیت مذهبی در نجف مسئله دارن. جمهوری اسلامی نفوذش در عراق در درجه اول به خاطر گروه های شبه نظامیه، یعنی زور، و بعد باجدهی و خرج میلیاردها دلاره، ولی کماکان نفوذ داره. ولی بخش عمده دستگاه سیاسی در عراق دوست نداره جمهوری اسلامی اونجا هژمونی کامل داشته باشه، دوست نداره کشورشون بشه مثل لبنان، بنابراین دوست دارن آمریکا بمونه. برای چی آمریکا اونجا پایگاه داره؟ برای همین حمایت بخش عمده ای از دستگاه سیاسی عراق رو پشت خودش داره. قاسم سلیمانی اگه میتونست خب اینا رو بیرون میکرد، در مجلس میمونن قانون تصویب میکردن بیرون میکرد، نمیتونه. بنابراین مسئله به این سادگی. دوم اتفاقی که افتاده، این گروه های شیعه اومدن اولا چند تا موشک زدن به پایگاه های آمریکا، در دوزی و قتل بسیار دخالت داشتن در سراسر عراق، بدنام شدن و بعد اومدن حمله پهبادی کردن به خط لوله انرگاز و نفت عربستان در داخل عربستان. ببینید در عراق الان 3.5 میلیون بشکه نفت در روز داره صادر میکنه اگزام موبیل و شرکت های بزرگ نفتی اونجا. اونا دوست ندارن کشورشون بشه مثل لبنان به خاطر دخالت. درست، ولی شما میگین اون عملی نیست به هر حال. نه بسیار مشکله. من در کلش میگم یه بیانیه است نشان میده که دولت عراق تحت فشار از طریق عربستان و آمریکا دوست داره صادرات نفت. ببینید اگزام موبیل تمام کارمنداشو احضار کرد. خب وقتی اینا برن آخه روزی 3-4 میلیون بشکه نفت این عراق میشه تبدیل میشه به کشور درجه 6 آفریقایی. خب ما الان فکر میکنم باید این در برنامه مستقلی ماجرای ایران عراق صحبت کنیم. بسیار سپاسگزارم آقای حسن دایی. بله بریم پرده آخر. از کارهای حرامه که انسان ریششو بتراشه، حالا فرقی نمیکنه که با تیغ بتراشه یا با ماشین طوری اصلاح کنه که مثل تراشیدن باشه. به عبارت دیگه اونی که لازمه صدق ریشه، یعنی باید بگن انسان محاسن داره، همونجور که میگن شما ابرو داری بگن محاسن هم داری. بنابراین اگر افراد معمولی که محاسن معمولی دارن با ماشین شماره 4 اصلاح کنن صدق ریش میکنه. خب حالا که زدن ریش حرامه، اگر کسی برای زدن ریش بخواد اجرت بگیره، کارش این باشه که ریش میتراشه و اجرت میگیره. این پولی هم که در مقابلش گرفته میشه، این پول حرامه. بله بله بله. شب و روزگار خوش.